دادگاه های بحرین به نقض حقوق شیعیان این کشور ادامه می دهد. در همین راستا دادگاه کیفری بحرین در پرونده ای که آن را پیوستن به یک گروه روسی خاند سفعال بحرینی را در مجموع به 25 سال زندان و سلب تابعیت محکوم کرد. در این پرونده یک معترض بحرینی به پنج سال و دو تن دیگر هر کدام به ده سال زندان محکوم شدند و این سه فعال سیاسی حکم سلب تابعیت نیز دریافت کردند دادگاه کیفری حکومت بحرین به این افراد اتهاماتی نظیر پیوستن به یک گروه تروریستی حمایت مالی از آن آموزش استفاده از سلاح و مواد منفجره و با هدف انجام اعمال تروریستی برگزاری تجمع اعتراضی شورش حمله بطری های و خروج غیرقانونی از کشور را نسبت داده است. این در حالی است که در اکثر موارد محکومان بحرینی حتی اجازه داشتن وکیل را ندارند و به گفته سازمان های حقوق بشری اکثر اعترافات مورد استناد دادگاه های بحرین تحت شکنجه های شدید دریافت شده است. بر اساس خبری دیگر دادگاه کیفری این کشور محکومیت یکی از مسئولان امنیتی سابق بحرین را از ده سال حبس به سه سال کاهش داد این مسئول امنیتی سابق بحرین به اتهام نگهداری بدون مجوز سلاح و مهمات به تحمل ده سال زندان محکوم شده بود شاین ذکر است مردم بحرین از تبیزها و بی های حاکمان ها این کشور به شدت رنج میبرند و اعتراض های مدنیان به شدت سرکوب می شود. بنابر بیانیه های مکرر سازمان های حقوق بشری از جمله شیرایس واچ شیعیان در این کشور به شدت سرکوب می شوند و در دادگاه های فرمایشی مجازات های سنگین همچون اعدام حبس های طولانی مدت و سلب تابعیت برای آنها در نظر گرفته می شوند.